اینجا آسمان است. اینجا آسمان است. اینجا آسمان است. کسی از پشت ابرها به من دست تکان می‌دهد. آنچه را که می‌خواهم همان را نشان می‌دهد. اینجا آسمان است. صدای مرا از آسمان می‌شنوید. آرام‌تر و از همیشه آهسته‌تر. اینجا همانجاست. شهر خاطره‌های بارانی. ایران بامداد روز جمعه 17 مهر ماه 94، یک خبر تلخ در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. همه با استراب در انتظار تایید و یا تکذیب خبر هستند. کم کم با طلوع خورشید دامنه انتشار خبر وسعت پیدا کرده و چند ساعت بعد با تایید خبر شهادت حسین همدانی، جبهه مقاومت اسلامی در غم فراق یکی از فرماندهان کاربلد خود رخت ماتم برتن می کند. باور نبودن حاجی دشوار و جانکاه بود. به هیچ کس دلش نمی خواست که این حقیقت سوزناک را باور کند. مردم آمریکا را عامل اصلی شهادت حاجی می دانستند. آمریکایی که تمام تلاش خود را برای براندازی حکومت ما به کار گرفته است. و بعد از آن بغض بود و درد بود و 14 خاطرات یک مجاهد انقلابی. باورمان نمی شد که باید برای ضبط تصاویر تشییع حاج حسین آماده شویم. روز یکشنبه 19 مهر، مردم پایتخت برای بدرقه مردی از جنس جهاد به خیابان آمدند. حاشیه نگاری آن روز خیابانهای مرکزی تهران سخت‌تر از این حرف هاست. چهره بهت زده مردم حاضر در تشییع حس عجیبی داشت. شاید هنوزم نمی توانستند شهادت این کهنه رزمنده مخلص را باور کنند. برای ما که حاجی را از روزهای جنگ می شناختیم، درد این خداحافظی هر لحظه بیشتر می شد. سردار شهید حاج حسین همدانی یک انسان خودساخته است. در قبل از انقلاب اسلامی در مسیر روحانیت و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مبارزه می کردن و در پیروزی انقلاب اسلامی در استان همدان یکی از انسانهای شاخص بودند. و در تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همدان که خودش اهمیت بالایی داره، یعنی یکی از جایز که مهم هست، از سپاه دیگه مهمتره، برای این که سپاه همدان و استان همدان در کنار منطقه کردستان قرار دارد و در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ما مشکلات زیادی رو در منطقه کردستان داشتیم و تأسیس سپاه در استان همدان در واقع یک قوه‌ای بود برای کمک به مردم خونگرم و صمیمی کردستان برای اینکه از فشارهای ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی نجات پیدا بکنه. تشکیل سپاه همون و حضور در منطقه کردستان همون. روز تشییع با هر کسی که هم کلام شدیم، کلامش از مصیبت بزرگ در هم شکسته بود و حرم سوختگی دل از چشمان خیسش زبانه می کشید. ما مثل بقیه مردم آمدیم شهادت این سردار بزرگ اسلام رو عرض تبریک و تسلیت داشته باشیم، معذر فامیلی معظم کل قوا و ملت قهرمان ایران اسلامی و همه همرزمانمون در سپاه و در نیروهای مسلح. خب نقش بزرگ این شهید بزرگوار در دفاع مقدس و در بعض مقاومت داشتن و میتونن به عنوان یک الگو برای همه قرار بگیرن که چگونه پایکار بودن و در دفاع از اسلام برد
ارزش‌های اسلامی چگونه باید ماموریت انجام بده. امیر حمله والفجر هاش ای سردار، دلت اسیر تجمل نگشت ای سردار، ای سردار. کمند من سرسیرت نکرد بعد از جنگ، غرور میز حقیرت نکرد بعد از جنگ. تو مثل من نشدی مست باده دنیا، و بر تو چیره نمیشد اعاده دنیا. خوشا به حال تو آخر به دوست پیوستی، چه عاشقان برادر به دوست پیوستی. به دوستان قدیمی سلام من برسان، سلام اهل زمین را به آسمان برسان، سلام اهل زمین را به آسمان برسان، سلام اهل زمین را به آسمان برسان. هیچ وقت من ندیدم که تو بحث برنزد عملیات و امکانات و از اینا ایشون هراس بزنه یا دنبال برنزد چسب امکانات غیره باشه. هر اون چه که بود برنزد این نیرو که از همدان در اختیار ایشون بود یا از جای دیگه ایشون مأمور میشد و اون امکانات و سلاحی که داشت رو مأموریت بهش میدادن میپذیرفت و به راحتی هم مأموریت رو میپذیرفت هم در صحنه نبرد واقعا خودش رو ایشون نشون میداد. خب دیگه توی 8 سال دفاع مقدس در نقطه به نقطه مرز تو کردستان توی جبهه میانی تو جنوب ایشون نقش تعیین کننده ای را داشت و حضورش اونجا بسیار موثر بود. من افتخار داشتم که روز اول دفاع مقدس سرگروهی ما سردار همدانی بود که جلوی نیروهای عراقی سازماندهی شدیم و رفتیم به داخل دشت سرپل زهاب و با نیروهای عراقی درگیر شدیم. تانکای عراق از محور قصر شیرین وارد سرپل زهاب شدن و از فاصله 500-600 متری سپاه سرپل زهاب مورد هدف قرار دادن. ما افتادیم پشت سر تانکا، گروه های به اصطلاح محلی هم کمک کردن. نیروهای عراقی ظرف دو روزی که اول و دوم مهر ما به عقب راندیم وارد دشت شدن. روز سوم و چهارم سردار همدانی با 10 گروه 10 تا 15 نفری که سازماندهی کردن وارد از دشت به سمت ارتفاعات سوقلجوشی قصر شیرین شدیم و روز چهارم تا هشتم تا نهم مهر ما ارتفاعات قراویز از لوس وجود بعثیان خارج کردیم. بعد از ثبت لحظات و حالات خداحافظی مردم تهران با شهید حاج حسین همدانی، عازم همدان شدیم. حاجی وصیت کرده بود که او را در شهر همدان به خاک بسپارند. در مسیر رسیدن به شهر همدان با خانواده حاج حسین همراه شدیم، خانواده‌ای که جهان اسلام را شریک غم خود دید. همسر و فرزندان داغدار حاجی بعد از شهادتش بار تکلیفی سنگین را بر گرده خود حس خواهند کرد. همسری که هم سنگر و همراه حاجی بود و فرزندانی که پدر آنها را برای حفظ ارزش‌های انقلاب مأمور کرده است به این سادگی ها آرام نخواهند شد. Thank you.
بگم صدها بار کمه که ایشون تا مرز شهادت رفتن، بارها مجروح شدن و با وجود مجروحیت در جبهه موندن یا به صورت خیلی موقت به عقب منتقل شدن، ولی بلافاصله اومدن و در جبهه ها حضور داشتن. با خونسردی، صلابت، شجاعت به وظایف خودشون عمل میکردن و انصافا یکی از شخصیت های ممتاز دوران دفاع مقدس بودن. روز تدفین حاجی مردم همدان نشان دادند قدر گوهرهای انقلاب را می شناسند. حضور شکوهمند همدانی ها بیعتی مجدد با فرهنگ شهادت بود. مردم انقلابی ایران بارها به عالم ثابت کرده اند که از آرمانهای امام رحمت الله علیه پا پس نخواهند کشید. در روز وداع همدانی ها با حاجی خوشدل و دوست داشتنی لشکر عشق همه آمده بودند، از پیر و جوان و زن و مرد گرفته تا مسئولین کشوری و لشکری و همرزمان امروز و دیروزش. ایشون هم فرمانده لشکر انصار رستمی بود، اصلا بنیانگذاران لشکر انصار رستمی بودن و لشکر انصار رستمی که مال استان همدان هست در تمام جبهه ها یک حضور بسیار ارزشمند، فعال و مؤثر داشته و انصافا استان همدان در همه جبهه ها در غرب، شمال غرب، جنوب خیلی حضور ارزشمند داشتن. این سرداران اینها خب واقعا طلایه‌دار این حرکت بودن. من وقتی که با خودم خلوت میکنم یادداشتی دارم از فرمایشات این بزرگان، این 8000 ستاره درخشان استان همدان، 8000 دلاور مرد، 8000 قهرمان، 8000 پهلوان. من وقتی که خلوت میکنم باور بفرمایید که یاد اون لحظه میافتم که سماوات عزیز ما از بالای گردنه تنگ کودک در بین زمین و آسمان نام امام رو می آورد، ترکش خورده بود، سقوط کرد، به سمت عراقیا رفت. تو زمین و آسمان به یادم می آمد که اینها کجا بودن که سید الشهدا رو یاری بکنن. اما وقتی فارغ میشم از اونا غصه دار میشم، سینم پر از درده که ای خدای بزرگ، میشه ما هم مثل اونها سعادتمند بشیم؟ والفجر تو که اولین عملیات سازماندهی شده تیپ انصار حسین بود در حاجی عمران، وقتی که گردان جاوید روی ارتفاعات بردزه از لشکر پرقدرت و قهرمان المهدی بهش دستور دادن عقب نشینی کنه، گفته بود که من تنگه احد نگه داشتم، شما به من برسید، و آقای سردار رضایی تحت تاثیر قرار داده بود، قرار شد که یگانهای رزم من جمله تیپ انصار وارد منطقه بشه. خودشان هم وقتی رفتن توی منطقه، ما کنار ایشان بودیم که یه توپی در جوار ما اصابت کرد و آقای همدانی مجروح شد. به محضی که مجروح شد عنوان کرد که چیزی به من نشده، گردان حرکت خودشان ادامه بدن، حرکت خبر مجروحیت من به کسی ندید، نفهمن. بعد شیخ شکریپور آمد، ایشان یک مقداری به اصطلاح زخماش بست و اصرار میکرد که به عقب نیارنش و نیامد تا عملیات انجام شد و الحمدلله موفقیت هم داشتیم.
رهبر حکیم و جانباز انقلاب در پیام تسلیت خود شهید همدانی را رزمنده قدیمی و صمیمی و پرتلاش خطاب فرمودند. بچه های جنگ 8 سال خدمت عاشقانه و صادقانه این فرمانده مهربان و خوشمنش را خوب به خاطر دارند. عجب روز سختی بود. همرزمان حاجی هم در میان جمعیت مصیبت زده دیده می شدند. پرچم‌های سرخ در هوای داغ فراق سردار سینه‌های سوخته عاشقان شهادت را بی‌تاب جهاد کرده بود و شعارهای مردم خبر از آمادگی آنها برای تکرار حماسه‌های دوران دفاع مقدس داشت. شهید همدانی که چند روز قبل شهید شد، دیدید شما وقتی رفت همدان همه شهر آمدن تشییع جنازه‌اش کردن. این قدردانیه. اینا اسمی هم ندارن، یه تعدادشون معروف میشن، شناخته میشن، اکثرشون معروفیتی هم ندارن، اما اینا دارن امنیت رو برای من و شما حفظ میکنن. اگر امنیت نباشه دانشگاه نیست، تحقیق نیست، پژوهش نیست، نخبه سازی نیست. اونجایی که امنیت نیست هیچی نیست در واقع. در جنگ مطلقا این ارتباط خودش رو با بدنه بسیج، مردم و جوانها، سطح در حقیقت میانی و سطح مردمی جنگ، مدافعین واقعی انقلاب و کشور قطع نکرد. مطلب دوم، ساخت پارک موزه دفاع مقدس در استان همدان، باغ موزه دفاع مقدس همدان، با همت ایشون و جمعی از دوستان از جمله برادر سردار حسام و عزیزان دیگه‌ای که با ایشون همراهی کردن شکل گرفت، پایه‌گذاری شد و ساخته شد. حسین همدانی برای ماندگار کردن دلاوری دوران دفاع همدانی ها با همکاری جمعی از رزمندگان قدیمی و مسئولین شهری اقدام به طراحی و ساخت باغ موزه دفاع مقدس در این شهر نمود که این اقدام امروز نقش مهمی در معرفی خدمات و رزمندگی های مردم استان به میهمانان داخلی و خارجی دارد. یادش بخیر، حاجی پرچمدار مبارزه با فتنه آمریکایی در سال 88 هم بود. روزها سردار همدانی برای امنیت و آرامش این مردم شب و روز نداشت. در فتنه 88 سردار عزیز مهاجر حسین همدانی با بصیرت به عنوان فرمانده در صحنه من این مسائل رو اداره کرد و سعی کرد که به مردم هیچ آسیبی وارد نشه و خیلی زحمت کشید در صحنه برای اینکه آرامش ایجاد بشه و همینطور که عرض کردم در مسیری که طی می‌کرد اینطور نبود که با پایان جنگ بگه که دیگه کار من تموم شد، بلکه به عنوان یک کسی که جهاد مستمر و دائمی، جهاد فی سبیل الله برایشون یک وظیفه بود، سعی می‌کرد که در هر صحنه‌ای که نیاز هست در اونجا به نحو احسن به انجام وظیفه بپردازد. سردار حسین همدانی پس از براه افتادن قائله آمریکایی صهیونیستی تکفیر و توحش برای انتقال تجربه و کمک به محور مقاومت عازم کشور سوریه شد. فرمانده دوران دفاع مقدس حالا در جبهه تازه به روزهای دفاع مقدس برگشته بود. خب این روح معنویه هانس حسین همدانی هم در قبل از جنگ، هم در حین 8 سال دفاع مقدس، هم در تهران تونست اثر گذار باشه و حضورش واقعا بسیار مثمر ثمر واقع شد و اینها شد کوهی از تجربه در اختیار
هم حاج حسین همدانی هم بقیه دوستانی که با ایشون هم رزم بودن. خب دیگه اینجا میطلبید که ایشون به عنوان یک فرمانده فراملی نظام مقدس جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران این تجربیاتشو و خدماتشو و این ایثارگری ها رو و این آموزش هایی که دیده بود رو منتقل کن. به صورت داوطلب سال 90 ایشون به عنوان یکی از فرماندهان و مستشاران عالی رتبه به سوریه منتقل شد. در همون بدو وضعیت ورود و جلسات اولیه نقاط ضعف عمده ای رو وضعیت کشف کرد و اون تجربه بود چه شهید بروجردی، شهید متوسلیات در کردستان ما باش مواجه بود. رهبر عزیز و حکیم انقلاب در بخشی دیگر از پیام تسلیت خود به مناسبت شهادت سردار فرمودند: صف استوار آرزومندان این موهبت و کمربستگان راه جهاد و شهادت در ایران اسلامی و در سپاه و همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صفی بلند و بنیانی مرسوس است و ما جلوه ای از این صف بلند را در روز وداع همدانی ها با حبیب سپاه مشاهده کردیم. کار بزرگی که در سوریه انجام داد، اون بسیج مردمی رو با مشقت، برخلاف اون چیزی که ابتدا تصور می‌رفت که زمیناش وجود داره، ایشون مقاومت کرد، استدلال کرد، پافشاری کرد، جدیت به خرج داد و این باور رو در مسئولین کشور سوریه ایجاد کرد که یکی از راه‌های اصلی دفاع از دمشق و کلاً کشور سوریه این است که ما اتکا کنیم به نیروهای مردمی. خدمات شایسته و ماندگار حاج حسین در لشکر 32 انصار الحسین علیه السلام همدان، لشکر 16 قدس گیلان، نیروی زمینی سپاه، لشکر 27 محمد رسول الله صلوات الله علیه، قرارگاه های عملیاتی قدس و نجف اشرف، سپاه محمد رسول الله صلوات الله علیه تهران، سازمان بسیج و جبهه مقاومت اسلامی از حافظه تاریخی این ملت پاک نخواهد شد. وصیتی که نوشته، وصیتش مال چند روز قبل از شهادتش هست و کاملا نفس مطمئنه ای پیدا کرده بودن و کاملا در یک شرایطی قرار گرفته بودن که این باب جهادی که امام علیه السلام فرمودن ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاه، این باب جهادی که خداوند برای ایشون باز کرده بود و ایشون خودش نگذاشی باب بسته شه، همینطور تداوم بخشید و تداوم بخشید تا رسید به این مرحله ای که دیگه مقبول حضرت حق قرار گرفت. بنده حقیر حسین همدانی شاگرد تنبل دفاع مقدس اعتراف می کنم که وظایف خودم را به خوبی انجام ندادم و این اواخر هم خیلی دلم هوای رفتن کرده. خدا کند که در موقع جان دادن راضی باشد خدای مهربان و خودم به رحمت او امیدوار هستم نه به عمل کرده خودم. از همه دوستان و آشنایان حلالیت می طلبم، از امام و مولایم حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای، من که نتوانستم سرباز خوبی باشم، عذرخواهی و کوتاهی مرا انشاءالله به لطف و بزرگواری خودشان ببخشند. شهدا در وصیت‌نامه‌شان گفتند، سفارش کردند
که شما تا زمانی که امت و امامت با هم هستند، مردم با امامشان هستند، این ملت سرفراز و عزتمند. این سفارش شهدا هست برای امروز و نسل‌های آینده. مقام معظم رهبر حضرت امام خمینی می‌فرمایند اجر جهاد شهادت است. واقعا یک کسی مثل سردار عزیز ما حاج حسین همدانی که ما باید بگیم چیزی قریب 40 سال مجاهدت کردن، هم قبل انقلاب هم بعد انقلاب، و با 40 سال مجاهدت واقعا رضایت حضرت سبحان رو جلب کرد. خداوند سبحان او رو به سوی خودش دعوت کرد. او با روشنبینی و آگاهی و اینکه زمان وصل به معشوق هست هجرت کرد و شاهد شهادت رو در آغوش گرفت. بعضی موقع احساس نگرانی میکردیم آیا مردم ما میشود یک روزی مثل مردم کوفه بی‌وفا باشند؟ شک داشتیم. محمد بوجهدی نگران بود آیا میشه مردم دور زمانم مثل مردم کوفه بی‌وفا باشند؟ خدا رو شاکر و سپاسگزارم که خون شهیدان، ایثار و فداکاری این مردم و شهدای ما به ثمر نشست، محصول داد و امروز جوانان ما با جرأت میتوانم بگویم کمتر از جوانان دوران دفاع مقدس نیستن. اینا واقعا وارثان واقعیت. من ممنون شما هستم، ممنون همه شما خواهران، برادران، ممنون شما همه بزرگان، همه اقشار، همه محصلین، همه اساتید که واقعا قدرشناسید و شهدا میدانستن که شما این چنین هستید. من ممنون و سپاسگزارم که شما این چنین پاسداش شهدا رو و راه شهدا رو ادامه میدید. سردار، سلام ما را به امام راحل انقلاب برسان و بگو که ملت ایران هرگز دست از آرمان‌هایی که داشتیم نخواهند کشید. بگو که ما اهل مصالحه با مستکبرین نیستیم. حاجی، به امام عزیزمان بگو که ایران تا ابد حامی مظلومان جهان خواهد بود. حاجی، میدانم که دلت تنگ شهیدان شده بود و حالا تو هستی و محمود شهبازی، تو هستی و محسن وزبایی، تو هستی و احمد متوسلیان، تو هستی و ابراهیم همت، تو هستی و سیاد شیرازی، و تو هستی و هزاران شهیدی که با فرماندهیت آسمانی شدن. میان میبینیم که تو مراسم حاج حسین همدانی یه جمعیت میلیونی مردم میان در تشییع جنازه این سردار شهید. این به چه دلیله؟ این برای چیه؟ اگر حاج حسین همدانی، سردار شهید حسین همدانی، برای غیر از خودم رفته بود اینطور میشو؟ جوانای عزیز، من شاهد بودم تو همدان جمعیت میلیونی رو برای ایشون، استقبال ایشون، ورود مثلا سواب ما که پیاده شدیم ایشون رو برزد روی اون ماشین و روی اون تریلی قرار دادن رفتن. تو طول مسیر تمام این مردم اومده بودن بیرون و داشتن گریه میکرد. تو مراسم تشییعش روزی که برزد تو میدان، میدان امام خمینی و پنج تا خیابون منتهی میشد به این میدان، تمام این خیابون تا آخر پر جمعیت بود. ما خودمون تا اومدیم بیام و دوری نیم ساعت از مردم تو هستیم بیام تو محل. این جوانای عزیز، این جوانای معصوم پاک ما گریه میکردن. من اکمن شاید مثلا با 150 تا 200 این جوانای عزیز تو میدان امام خمینی شهر همدان
تماس نزدیک داشتیم که با هم صحبت میکردیم. خب اینا موهاشون جل زده بود یا مثلا قیافاشون یکی همی کسی مثلا، اما گریه میکردن و همون گفتن از آقا ما چطور بیان پاسدار بشیم. این اثر خونی است که با مجاهدت در راه خدا داده میشه. گفتند که حاج حسین همدانی در سوریه به آرزوی دیدی نش رسیده است. دلم هوایی حضرت عقیلت و نزار. السلام علیک یا اخت الحسن و الحسین، یا سیدتی یا زینب، اشفعی فی الجنه. بانو جان، با جمیلای شما معلم صبر و رضایت ماست. عاشورای شما به ما آموخت که برای دفاع از حدود الهی باید از همه چیز خیش بگذریم و ما در روز موعود به شما ثابت میکنیم که حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست.